خب اولا قبل از اینکه استایل جدول رو یادت بدم، چون گیر سپیچ دادی، اذیت میکنی، اصلا من خود که دیوانم که روانیم کردی، من این قسمت زیرو به یاد بدم، چون ما اینجا برداشتیم دیلیت کردیم جدول رو، سه تاشو این شکلی شد. کافی اینجا این زلاش انتخاب کنی، حالا هرچی که داره بینم بدی، درست مثل اونا میشه. تموم شد دیگه، بسه دیگه، دیوارم کردی، فهمیدی دیگه. خب بریم سراغ استایل. حالا استایل به چه دردی میخوره؟ بازی داری میکنی؟ واقعا اینکه بازی قلب و ستاره. چیزی که اینجا لازمه به من استایل یاد بگیری برای اینه که اگر خواستیم یه جدول دیگه درست کنیم تو همین پروژه، مجبور نشیم دوباره این همه تنظیمات بکنیم. استایل چجوری باید درست کنیم؟ این در اینجا در قسمت استایل ها، یعنی تیبل استایل داریم. تیبل استایل وقتی نیو بزنیم بریم داخلش ببینیم چیه، متوجه میشه اینجا میگه هدرت چیه، فوترت چیه، بادیت چیه. در واقع شما وقتی میتونی استایل تیبلی درست کنی که این ستا مشخص باشه و در واقع بر اساس این ستا بریم جلو. حالا باید اینا رو درست کنیم، ببینیم چجوری درست میشه. من یه فستا رو میزنم برمیگردیم. بعد از اینکه رعیت نافرمان بردار به سزای عملش رسید، برمیگردیم به تدریس. یه تیبل استایل دارم، یه سل دارم و یک استایل دیگه دارم به نام پاراگراف استایل. به کرکتر استایل هم کاری نه. خب ببین، اولین کاری که میکنیم برای تیبل ها، برای استایلشون، دستون میزنیم مثلا اینجا در قسمت تیتر این نیو میزنم، اسم میزنم مثلا اینجا تیتر جدول. خب نخب اینجا شون دارم تیتر جدول. چی شده؟ خب تیتر جدول تمام شد، دستان میذارم اینجا مثلا توی این قسمت ها، یکی دیگه میذارم اسمشون میذارم مثلا متن اصلی. به دلیل اینکه این کار میکنم، اطلاعات داخل این سلول به عنوان پاراگراف استایل ثبت میشه. بعضی موقع این وسط ممکنه یه چیز دیگه داشته باشیم، مثلا اینجا مت شده باشه و اینجا مثلا ما چه میدونم توی این سلول، حالا مثلا اینجا نوشته شده باشه که بخش دوم، مثلا اینجا سکشنه. اینجا مثلا به عنوان یه بحث اینجا فیلش میکنیم اینو مثلا این رنگ دوباره جواب بده. آه این استروکشه، نه این کاری نداریم، من میخوام کال سل فیل اینجاست مثلا این رنگ با تینت 20 20% رو روشن، درست شد؟ مثلا اینجا بخش دوم جدول منه، حتی این لبه ها خراب شد دوباره درست کن. ببین اینجا اگر وایسدی این رو بزنی، مثلا اسم اینجا میشه بخش بندی. حالا ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم یه جدول دیگه درست کنیم، بدونی که این همه تنظیماتو توی کتاب 100 صفحه‌ای به جداولش هی دونه دونه بدیم، با صدا زدن یه استایل اون جدول رو شکلش. خب حالا بریم سر سلول.
اینجا دستم رو میذارم، میام اینجا یه سلول درست میکنم، اسمشو میذارم، اسمشو میذارم تیتر، به اینجا میذارم سلول تیتر، اینجا درست میکنم، اسمشو میذارم سلول محتوای اصلی. سلول بخش بندی. خب اینا رو ساختم، ولی یه تنظیمی رو باید توشون انجام بدم. ببین اینو که باز کنی حتما اینجا باید مشخص کنی براش که این مثلا سلول تیتر زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه تیتر جدوله، درسته؟ اینا دیگه اینجا رو ساخته، یعنی سلول زیر مجموعه پاراگراف، سلول محتوای اصلی زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه متن اصلیه. اینجا میگه زیر مجموعه متن اصلی، سلول بخش بندی. خب پس هر کدوم از این سلول ها زیر باتری تمومه، باید دیگه شیشه. خیلی خوب بود، یه دفعه باتری تموم. حالا دیگه کار تمومه، ما پاراگراف ساختیم، سلولار ساختیم، زیر مجموعه اینا کردیم، حالا میگم اینجا جدول بسازیم. یه نیو میزنم تیبل استایل، اون قبیل اصلا کاریش نبرم بیخیال، اینه مثلا چیزیه اینستاگرام هم بزنم بلن 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 ملکی همه اکسل لایک میمونیم. یه اینجا میزنم چی؟ جدول های کتاب. حالا میام اینجا سه، میگه هدر کدومه؟ میگم سلول تیتر. فوتر که ندارم، میگه بادیت کدومه؟ میگم محتوای هست. در واقع دارم اینا رو اختصاص میدم، ولی اینا از این هدایت میشن. میگه رایت کالون لفت کالون، مثلا این ستون راست و ستون چپ رو فرق کنه، نه دیگه سیم از بادی، مثل بادی، یعنی این همون چیزیه که اینجا رام شد. این شد، این پاک کنم. خب اگر کسی دستشو بذاره اینجا اینو بزنه، تمام تنظیمات به این داده میشه. مثلا اینجا هم الان نگاه کنم، روی این وایستده، روی این وایستده، روی اینجا هم روی این وایستده، روی این وایستده. میبینی؟ جدول بعدی که شما طراحی میکنی کافی روی این بزنی، کلش این شکلی میشه. بیا انجام بدیم. نه استاد فهمیده دیگه دیرمون شده. نه خیر خانم، باید درس تکمیل داده باشه. باشه استاد، مرده این چیز شناسی تونیم. خواهش میکنم. خب متنو کنترل A میزنم، اینجا convert text to table میکنم. خنگ نباشه این خنگا، این خنگا مثلا وردارید دونه دونه اینا رو تنیم، یا کپی پیست کنی اون جدول رو بیاری بزید تو صفحه بر عبد عدد و عرضش رو عوض کنی، خنگ زدونه، خنگ زدونه. اگر چی کاری بکنی این انتخاب رو این بزن، باید بشه. نشد من نمیدارم چه نجمه که باید بشهد کار کنه، چرا کار نمی کنه خدایا دیگه.